سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص اکسل و نرم افزاری که ما اینجا توسعه دادیم برای صدور فاکتور به تعداد زیادی از مشتریان صحبت بکنیم. قبل از اینکه شروع بکنیم بگیم که این اکسل فقط برای فاکتور میتونه نباشه، میتونه هر داکیومنت دیگه‌ای حتی باشه. شما میتونید داکیومنت خودتون رو ایجاد بکنید تو این اکسل و بعد از طریق داده‌هایی که دارین واسه افراد مختلف، تعداد افراد مختلف ارسال کنین. خب اگر این اکسل رو برای بار اول هستش که باز می‌کنین، یه ریبون زرد رنگ ممکنه اینجا ببینید. در واقع برای سیفتی هستش که این رو حتما اینیبل بکنین. ممکنه دو تا ریبون زرد رنگ ببینین، یکی همون سکیوریتی بود که اول دیدیم، یکی هم واسه ماکرو هست که اینجا می‌بینیم. هر دو رو باید اینیبل بکنین. وقتی که اینیبل کردین، این اکسل رو می‌تونین استفاده بکنین. خب این از سه تا برگه تشکیل شده. برگه تنظیمات که برگه اول هستش، برگه فاکتور یا همون برگه که شما این رو تهیه میکنید تا واسه مشتریان خودتون فایل پی دی افش رو بفرستین واسه افراد مختلف، و برگه داده ها که داده های مربوط به ایجاد این فاکتور هستش. تمامی این فاکتور میتونه ترکیبی از داده ها و نوشته های ثابت باشه همونطور که اینجا میبینیم. خب بیایم اول از همین فاکتور شروع کنیم که چطور این رو میسازیم. ببینین این الان یه فاکتوری هستش که ما اینجا توسعه دادیم که به صورت عمومی میتونین استفاده بکنین. اگر با همین رضایت دارین که همین رو میتونین استفاده کنین، اگر نه میتونین همه اینا رو تغییر بدین، اصلا کلش رو کامل دلیت کنین و از اول بتونین این رو فاکتور رو بسازین، فاکتوری که مربوط به خودتون هست. تو اینجا میتونین ایمیج اینزرت بکنین، میتونین داده ها رو بنویسین، میتونین سلول ها رو مرج بکنین و استفاده بکنین و هر نوع چیزی که میخواین بنویسین. و اینجا هم میتونین یه تعداد جای خالی واسه نوشتن های متغیر، مثلا اینجا ما محصولاتمون رو اضافه میکنیم و تو این ستون من حتی فرمول دارم و میتونم فرمول بنویسم که حالا باز بیشتر در خصوصش صحبت میکنیم. و اینجا حالا مالیات که اضافه میشه ممکنه مالیات های متفاوت باشه و اینجا یه فرمول دارم که جمع فاکتورم رو حساب میکنه و ضرب در مالیات میکنه، یکی به اضافه حالا درصد مالیات، اساسا 20% مالیات بگیرم میشه 1.2 که ضرب در مجموع کل اینا میکنه که مجموع کل به دست میاد. این یک صفحه پی دی اف رو ایجاد میکنه، میتونه چند صفحه باشه، میگم هر طور که دوست دارید میتونین این فاکتور یا سند خودتون رو ایجاد بکنین که قرار این واسه افراد مختلف بر اساس داده های متفاوت ارسال بشه. توی برگ داده ها ما یه چنین جدولی داریم که این جدول انواع اقسام داده هایی که مربوط به این سند هست و بر ازای افراد مختلف تغییر میکنه رو جمع آوری کردیم و اینجا قرار میدیم. حالا اینکه این داده ها به چه شکل باشه و چه صورت باشه بستگی داره که اینجا چه چیزی رو بخوای درست بکنید و چه چیزی رو تغییر بدیم، که ما حالا توی این مثالی که داریم فاکتور هستش و به این میپردازیم که چطور داده ها رو اینجا گذاشتیم و داریم درست میکنیم. خب پس اولین کاری که میکنیم، من اون داکیومنت یا فاکتوری که میخوام درست بکنم رو ایجاد میکنم و میگم خب چه فیلدهایی لازم دارم تغییر بکنم. مثلا من این فاکتور فروش که عنوانم هست میتونم هدرم البته اضافه بکنم. یه موردی هم در نظر بگیر، ممکنه بعضیا مثلا یهو بیان به این صورت ببینن، خب وقتی که باز میکنن اکسل رو، این به خاطر این هستش که اندازه مانیتور متفاوت هستش واسه مانیتور بنده که الان اینو توسعه دادم و مانیتور شما، که این رو میتونیم با کوچک و بزرگ کردن یکی از این ستون ها این رو درست بکنیم، یه مقدار کوچیکش بکنیم تا برگرده سر جاش، مثل الان کاری که من کردم برگرده سر جاش که اینجا دیگه فاکتور تنظیم شد. یعنی که حالا دلیت میکنیم و از اول دارین تهیهش میکنیم. پس من اومدم الان اینجا این فاکتور رو درست کردم، این داده های ثابت من هستش که مشخصات شرکت ما هستش بر فرض مثال اینجا گذاشتیم. بعد اومدم میخواستم مشخصات مشتریم باشه، مشخصات مشتری به ازای هر فاکتور تغییر میکنه، پس اینا رو خالی میذارم و فقط جاشون رو درست میکنم. قرار اینا به صورت خودکار پر بشه از طریق این داده هایی که اینجا داریم و اینکه این فاکتور کالایی که اینجا بوده به چه شخصی ارسال شده، این رو هم خالی گذاشتم. شما اگه لازم ندارید میتونید پاکش کنین دیگه، میتونید اصلا کلش رو پاک بکنین و از اول تهیه بکنین، ولی این به صورت عمومی هستش که گذاشتیم. پس داده های اینجا هم مربوط میشه به شخصی که این کالا بهش ارسال شده و قراره متفاوت باشه و از طریق داده های اینجا پر بشه.
و بعد تاریخ، شماره فاکتور، تاریخ ارسال و شیوه ارسال، اینا هم همه به صورت اینجا جای خالی گذاشتیم که قراره پر بشه. بعد از این داده ها قراره اقلامی که توسط افراد خریداری شده و اطلاعات اون اقلام قرار داده بشه. بر اساس جایی که فاکتوری که ما درست کردیم در حال حاضر 11 تا قلم کالا رو میتونن اینجا بنویسن و نرم افزار وقتی که میاد این 11 تا قلم رو اینجا میچینه، اگر یه شخصی توی یه فاکتور بیشتر از 11 قلم خرید کرده باشه به صورت خودکار اون رو دو تا فاکتور میکنه. چون الان به صورت پیش‌فرض بر اساس شماره فاکتور هستش که داره این رو پی دی افش رو تولید میکنه، اگر به دو تا فاکتور مجبور شد تولید بکنه، شماره یک واسه فاکتور اول میذاره به صورت خودکار و شماره دو واسه فاکتور دوم به صورت خودکار میذاره. پس این 11 تا قلم به خاطر چی هست؟ به خاطر این هستش که ما بیشتر جا نداریم در حال حاضر. اما این هم دست شماست، یعنی شما اگر این رو پاک کردین و یه فاکتوری رو که واسه خودتون هست توسعه داره و 20 تا قلم جا میگیره، میتونیم تنظیم میکنیم روی 20 تا این فاکتور رو پر بکنه. و اگر مثلا یه شخص اومد 22 تا خرید کرده بود و قرار بود توی یه فاکتور قرار بگیره، دو تا فاکتور صادر میکنه به همین شماره فاکتور، یک و دو میذاره آخرش خودکار. خب داده های اینجا هم دقیقا بر این اساس اومده اینجا چیده شدن. حالا ترتیبش مهم نیست، ترتیبش رو ما توی تنظیمات، اینکه چی به کجا وصله، توی تنظیمات تعریف میکنیم. ولی اینجا قشنگ هر چی که هستش، حالا من ممکنه از یه پایگاه داده ای اومدم اینو استخراج کردم، خروجی گرفتم، کپی پیست کردم مستقیم اینجا. بعضی چیزاری که از پایگاه داده کپی پیست میکنیم مستقیم اینجا شاید نیاز باشه که ادیت هم بشه، که من اینجا حالا توضیح میدم. مثلا ما تاریخ فاکتور رو به صورت خورشیدی داریم، حتما باید سال، ماه و روز تعریف بشه تو داکیومنتتون، به خاطر اینکه اون مستندی که یا فاکتوری که داریم ذخیره میکنیم توی فولدر بندی خاصی میشینه. فولدرها به صورت این هستش که یه فولدر کل داریم، توی این فولدر کل اومدیم فولدر سال گذاشتیم، مثلا سال 1399 1400 1401، همینطور میره. تو هر فولدر سال فولدر ماه داریم، ماه یک، ماه دو، ماه سه، و تو هر فولدر ماه فولدر روز داریم. به خاطر همین تو اینجا الان من اینجا هم توصیح کردم حتما باید سال، ماه و روز تو این مستندتون تعریف بشه که ما بتونیم مستندات رو به صورت دقیق بر اساس سال، ماه، روز جدا بکنیم. حالا ما اومدیم توی اون خروجی پایگاه دادمون خروجی گرفتیم و تاریخ به این صورت بوده. حالا جاش با سم مهم نیست، ممکنه اینجا باشه، ممکنه ته باشه، کاری نداریم. اینو اصلا کلش رو میتونیم دلیت کنیم و مربوط به خودتون هست چه داده های اینجا میریزه. همه اینا رو تو تنظیمات میتونیم مشخص کنیم. اما من الان چی کار بکنم که این سال، ماه و روز رو داشته باشم؟ اومدم یه دونه فرمول تهش گذاشتم، اینو خودکار خودم اضافه کردم. فرمول گذاشتم، گفتم آقا از فرمول های تکس استفاده کردم، اومدم لفته این سی دو رو گرفتم، چهار تا کاراکتر ازش جدا کردم که شده 1399 که سال من هست، و اینو زدم رفته تا آخر، دابل کلیک کردم اینجا رفته تا آخر. برای ماه من از فرول مید استفاده کردم که گفتم آقا این سلول سی دو رو بگیر بیا روی ششمین کاراکتر که صفر هسته، چون چهار تا این کاراکتر هست، پنجمی یه دونه اسلش هست، ششمی تازه ماه من شروع شده دیگه، ششمی دو تاشو بگیر، یعنی صفر و یک رو بگیر که ماه هستش، همیشه به صورت صفر و یکی باشه. روز چطور؟ روز هم از فرمول رایت استفاده کردم، گفتم از سمت راست که روز من هست دو تا کاراکتر رو بگیر، که این دو تا کاراکتر میشه یک و صفر، ده اینا، که اگر اون هم توجه کنین یک دو سه بود و یه دونه کاراکتر رو بگیره، ولی دو رقمی ها رو اون وقت خراب میکنه، واسه دو رقمی ها شما مشکل میکنه. پس بهتره که اینطوری باشه حالت فاکتوری که خروجی داریم میگیریم، مثلا 1392 صفر 1 صفر 2، حالا اینجا 10 هست، که اینطوری من راحت میتونم با فرمول تاریخ رو کامل جدا بکنم. این فرمول ها رو من، این فرمول ها هم وقتی که دارین اکسل رو دانلود میکنین هستش، مثل همین دیتا هایی که اینجا به صورت تست هستن، اینا رو هم میتونین ببینین که ازش استفاده کنین. خب وقتی که پس من اینجا توی این پایگاه داده ها میتونم ستون اضافه کنم و فرمول نویسی کنم. شاید یکی بیاد بگه آقا من اومدم اینا رو سر هم گرفت
شاید یکی بگه که آقا اینا درسته که سر همه، ولی من میخوام تو فاکتورم یکی باشه، مثلا این آدرس که از اینجا شروع میشه تا کد پستی همه یکی باشه، اون وقت میتونم یه دونه اینجا ستون بزنم، کانکت کنم این ستا رو، از فرمول کانکتینیت میتونم استفاده کنم یا کانکت توی 2019 به بالا و این سلول ها رو با هم ادغام کنم، که این دیگه کارهای اکسل بازی هست که خودتون واسه آماده سازی داده ها و اون چیزی که میخواین در نهایت داشته باشین باید بتونین انجام بدین و درستش کنین. اما اگر مثلا زیاد اکسل وارد نیستین، میتونین از همین پیش فرض ما استفاده بکنین، از همین تمپلیتی که ما درست کردیم واسه صدور فاکتور واسه افراد مختلف. خب پس فرض ما این هستش که شما فاکتورتون رو درست کردین، داده هاتون الان آماده است، به این صورت جدول اینجا گذاشتیم و الان بر فرض مثال من چند تا دیتا دارم؟ 31 دیتا دارم واسه افراد مختلف، 3 نفر متفاوت. حالا این قضیه میتونه واسه حدود 1 میلیون خورده ای داده باشه، چون اکسل تا 1 میلیون خورده ای رو میتونه ساپورت کنه، ولی توجه بکنید زمان میگیره وقتی که بخواد اکسل بیاد این رو تبدیل کنه به PDF و ایمیل بکنه واسه افراد، چون ما هم به PDF تبدیل میکنیم، توی جای مناسب ذخیرش میکنیم و بعد ارسال میتونیم بکنیم از طریق ایمیل واسه افرادی که ایمیلشون مشخصه. البته اون ارسال ایمیل دیگه دست خودتونه، اینجا میتونیم تعیین بکنیم که میخواین ایمیل بشه یا اینکه نه فقط میخوام فاکتورام رو جنریت کنم، تولید کنم و به صورت منظم مرتب اونا رو ذخیره کرده باشم. خب وقتی که این دوتا برگر رو آماده کردیم، میتونیم بیایم تو قسمت تنظیمات. تو قسمت تنظیمات من اینجا یه دونه فولدر ذخیره سازی دارم. این فولدر ذخیره سازی جایی هستش که قرار تمامی این داکیومنت ها اونجا ذخیره بشه. حالا من الان اینجا بهتون نشون میدم که کجا هستش. توی دسکتاپ من یه دونه فولدر ایجاد کردم به نام این وایس آرشیوز. اینجا هستش که من فولدرامو همه رو ذخیره میکنم. من اینا دلیت میکنم، فرض میکنیم که داریم از اول شروع میکنیم دیگه، خالی هستش. خب پس من یه دونه فولدر خالی توی دسکتاپم بر فرض درست کردم. شما میتونید هر جایی که دوست داشته باشین درست کنید و اینم به صورت پیش فرض خالیه و من خالی هم در اختیارتون میذارم که خودتون بتونین اون فولدر مخصوص خودتون بذارین. حالا کاری که میتونین بکنین هستش که یا این آدرس رو کپی کنین اینجا پیستش کنین اینجا، یا اینکه ایجاد فاکتور رو میزنین خودتون خودش ازتون میپرسه که کدوم فولدر مد نظرتونه. بعد میاد عنوان ایمیل. اگر میخواین فاکتور رو واسه افراد ایمیل بشه یا سنداتون واسه افراد ایمیل بشه، میتونین عنوان ایمیلش رو اینجا تعیین بکنین، بگین فاکتور. بعد متن ایمیل، مثلا متن ایمیل هم میتونم بنویسم مشتری گرامی. اینم فاکتور، اینم یه ایمیلی هستش. اینجا زیاد امکانات نوشتاری شاید نداشته باشین که اینتر بزنین، چیزای مختلفش اضافه بکنین که توی نوشته ایمیلتون بزنین، ولی یه خط دو خط مثلا ایمیل ساده بزنین که مشتری میبینه ایمیلتون رو بتونه بخونه مثلا که چجوری هستش. خب بعدش دیگه تنظیمات میشه. یادتونه که من گفته بودم اینجا تعداد اقلامی که میتونیم بذارین محدود هستش دیگه. مثلا من اینجا تونستم 11 تا بذارم. یکی میتونه بیاد این رو پاک کنه و یه فاکتور دیگه ایجاد بکنه، مثلا این رو کوچیک‌تر کنه، بیاره بالا، اینا رو هم بیاره بالا، حدود 20 تا قلم جا بده واسه خودش. اون وقت این 11 تا رو میکنه 20 تا. پس این رو باید تغییر بده بر اساس تعداد اقلامی که اینجا جا داده که اگر فاکتور هستش. و اینجا هم توضیح دادیم دیگه که این 11 تا واسه چی است. پس اینو خیلی توجه بکنید چون مهمه. بعد دیگه تنظیمات فاکتور هستش. من اینجا فاکتورم رو درست کردم، داده هام هم اینجا هستش. حالا باید بگم که کدوم یکی از این سلول هایی که تو این فاکتور هست به این ستون از جدول ها مربوط میشه که بتونم داده ها رو ازش بخونم دیگه. مثلا اینجا این اوردر آیدی گذاشتیم یا این وایس نامبر گذاشتیم، شماره فاکتور گذاشتیم. شماره فاکتور کدومه؟ این هستش. شماره فاکتور رو گفتم توی سلول آی 19 هست، یعنی توی این شیت فاکتور سلول آی 19، میونی سطر 19. توجه بکنین این سلول مرج شده یه سه تا سلول هستش. شما وقتی که حالا چند تا سلول رو دارین مرج میکنین، مثلا اینجا اینا رو مرج میکنین، وقتی که فرمول میخوایم بدین کدوم رو میخونه؟
از دست راست اولی رو میخونه. یعنی الان اینجا که اگر من اینا رو مرج کنم جی 9 رو میخونه واسه من. خب پس فرقی نداره اگر کل سفرم مرج میکنین میخواین آدرس بدین، اینجا به 7 رو باید آدرس بدین. پس موقع مرج کردن اینو حواستون باشه. مرج میتونین بکنین ولی وقتی که اینجا میخواین آدرس بدین باید سلول اول رو آدرس بدین، اولین سلولی که مرج شده. مثلا اگر من اینجا رو مرج بکنم میشه L11، سطر 11 هم سلول L11 هستش که دارم استفاده میکنم. خب پس من الان I19 رو بهش رفرنس دادم، گفتم تو قصه تو شیت فاکتور سلول I19 شماره فاکتور من هست. حالا توی داده ها چی؟ کدوم ستونه؟ ستون A هستش. پس من ستون A ناکنی شماره فاکتور من هست که ستون A رو اینجا می‌نویسم. حتما باید به این صورت مشخص بکنین اینجا شماره سلول و اینجا ستون A. چند تا نکته هست که باید توجه کنین. یکی اونایی که توصی کردم، اونایی که توصی کردم و نباید عنوانها رو تغییر بدیم. یعنی این order ID slash invoice number باید همین باشه، year باید همین باشه، month, day, customer email. عنوانهاش رو تغییر ندید ولی جاشون رو میتونین عوض بکنین. برای چی؟ به خاطر اینکه الان یه شخصی میاد کل اینو پاک میکنه، اصلا سلول های متفاوتی داره. شماره فاکتور همون مثلا به جای شماره فاکتور یه چیز دیگه نوشته، نوشته شماره پرسنلی، مثلا اش فیش حقوقی دارم ارسال میکنم شماره پرسنلی مینویسه. توی اینجا این اوردر آیدی رو عوض نمیکنم ولی میتونم بگم آقا این همونه، فقط عنوان سلول رو درست میکنم دیگه. اینجا رفرنس سلول رو درست میکنم و ستون مربوط به اون رو تعیین میکنم. فقط این توصیه رو نباید عوض کنیم ولی مثلا این سفیدا رو همه رو میتونین عوض بکنین. توی این جدول شما میتونین اینا رو پاک بکنین، جاشون رو عوض بکنین، میتونین اضافه کنین، میتونین کم کنین. اصلا من این مالیات رو لازم ندارم، میتونم دلیتش کنم. خب میخوام این year month و day آخر باشن، اینا رو میذارم آخر. با اینکه توصی کردم مشکلی نداره جابجا کردنش، ولی این یه دونه اوردر آیدی رو نباید جابجا کنین البته. خب ولی بقیه رو میتونین جابجا کنین، بیارین آخر اصلا و بعد اطلاعاتش رو کامل بکنین. فقط ببین باید انگلیسی با همین متن باشه، چون ما اونجا مطابقت میدیم، چون میخوایم فولدر بندی بکنیم از طریق اینا میخونیم. اینم از این نکته. نکته دوم این هستش که من الان تاریخ فاکتور رو ناکنین اینجا دارم، میخوام به همین صورت باشه. ناکنین تو سلول G19 ستون مربوطش C هستش، توی فاکتور G19 تاریخ فاکتور من هستش، توی ستون C تاریخ فاکتور من هست و به این صورت میخوام تو فاکتورم نشون داده بشه. اما این year month و day اصلا تو فاکتورم نیومده، فقط توی ستون داده های من هستش که خودم هم اضافه کرده بودم دیگه. پس اونایی که توی فاکتورتون نیست ولی اینجا لازمه باشه، مثلا اینجا کاستومر ایمیل، مثلا من نمیخوام ایمیل مشتری توی فاکتورم باشه، خب ولی نیاز دارم واسه اینکه ایمیل رو ارسال بکنم بگم کدوم ستون مربوط به داده ها مربوط به ایمیل ها هستش. بخاطر همین این اصول سلولش رو خالی میذارم ولی اینو پر میکنم. پس یادتون باشه هر سلولی، هر سطری که دارین اینجا اضافه میکنین میتونه این خالی باشه، یعنی اینکه تو فاکتور من وجود نداره، ولی اینجا شماره ستونش رو دیگه باید بگین، چون یه استفاده ای داشته دیگه که اینجا اضافه کردین دیگه. اگه استفاده نداشته باشه که یا انگار متن خالی اینجا نوشتینش. خب بعد از اینکه سلول در فاکتور رو درست کردم، ستون مربوط به داده ها رو هم درست کردم، میمونه نوع اونها. نوع سلول دو حالت داره، یا وریبل هستش یا کانستنت هستش. دیکتیشنش مهمه، حتما باید به این دیکته نوشته بشه کانستنت یا وریبل. اگر سختتون هست میتونین اینو جدا داشته باشین، هر وقت یه ستونی رو دارین اضافه میکنین، مثلا اینا رو من جدا میکنم، خب بعد کل اینا رو پاک میکنم، به غیر از این year month اینا رو همه رو پاک کردم، میخوام مثلا از اول فاکتور جدید دارم درست میکنم یا یه سند جدید دارم درست میکنم، همه اینو پاک کردم، از اول درست کردم، همه اینا رو پاک میکنم، از اول درستش دارم میکنم، هیچ مشکلی نیست. فقط این دیکتیشن های این ستون رو باید دقت کنین، کانستنت و وریبل باشه. حالا چه فرقی با هم دارن؟ کانستنت ها اونایی هستن که ثابتن، یعنی مثل این مشخصات مشتری جاش ثابته، همین جا هستش، اصلا تاریخ همیشه اینجاست، اینجاست، اینجاست.
وریبل ها کدوم ها هستن؟ مثل شرح محصول هستن. وریبل ها من فقط توی اینجا اولیش رو تعریف کردم، گفتم آقا شرح محصول اولیش D22 هستش. توی اینجا D22 رو نگاه کنین، چون مرج شده فقط سلول اول D22 رو اونجا نوشتم. شرح محصول اولیش اینجا هست، بقیهش رو که میخواد پر بکنه خودکار از طریق این داده ها میاد پر میکنه. چجوری میاد پر میکنه؟ میاد اول نگاه میکنه، شروع میکنه دیگه، میگه خیلی خوب من میام اینجا شماره فاکتور اول رو نگاه میکنم، میبینم 1-1 خورده هستش، اطلاعاتش رو میگیرم میذارم تو فاکتور. حالا این اطلاعات ثابت رو گذاشتم، اینا رو هم گذاشتم، اولین آیتم هم گذاشتم که اینجا بوده. خب آیتم اول رو گذاشتم. دومی شماره فاکتورش برابره، این نشون میده که این دوتا باید توی یه فاکتور باشن، به خاطر همین خودکار میاد میذارتش توی دومی اینجا. خب و همینطور میره تا اینکه به شماره فاکتور متفاوت برسه. پس اینجا این رو هم اگر نگاه کنین توی یه فاکتور قرار میگیره، حالا تو هر کدوم که جا شده باشه. پس منظور از وریبل این هستش که این تعدادش زیاد میشه و میاد پایین، و شما لازم نیستش که دیگه بگین آقا شهر محصول 1-2-3 الی آخر، هر چند تا که بوده اولیش از D22 شروع میشه. همینطور واسه تعداد، قیمت واحد و قیمت کل. یعنی من اینجا شهر محصول رو میندازم، تعداد اولیش تو کدوم هست؟ K22. قیمت واحد اولیش تو کدوم هست؟ M22. قیمت کل اولیش تو کدوم هست؟ O22. درصد مالیات چطور؟ کانستنت، ثابت، همیشه توی سلول O33 میشینه، ولی به ازای فاکتورهای مختلف ممکنه متفاوت باشه، به خاطر همین اینجا تعریفش کردیم که حالا اینجا 0.2 واسه همه، ولی میتونیم مثلا متفاوت باشه. حالا چرا 0.2 گذاشتیم؟ به خاطر خودمون که اینجا فرمول گذاشتیم. ببینیم مجموع ریالی رو لازم نداشتم تو داده هام بیارم. چرا؟ چون اینجا تونستم راحت جمع بکنم، یه فرمول سامیشن گذاشتم، ضرب در مالیاتش کردم. پس شما میتونید اینجا فرمول هم بزنید. تو اینجا هم من شماره رو توجه کنیم فرمول گذاشتم، گفتم اگر خالی باشد خالی بذاره. ناکنه اینجا ایف گذاشتم، گفتم اگر این سلول شهر محصول مخالف بود با خالی بذار 1، در غیر این صورت دوباره خالی بذاره. یعنی اگر خالی بود خالی هستش، اما اگر پر باشه شماره میندازه. همینو ادامه دادن، گفتم این یکی 2 میشه، یکی 3 و تا آخر 11. پس راحت تونستم با فرمول اینجا بذارم دیگه، لازم نبوده شماره رو اینجا تعریف بکنم دیگه. خب پس تفاوت بین کانستنت و وریبل هم متوجه شدیم. یه چیزی رو فقط توجه بکنین، ببینین بهتره که اینا تو یک سطر باشن وریبل های شما، و اینجا دیگه ادامه پیدا بکنن تا یه سطر واحدی، یعنی 32 الان اینا تموم شدن. و اینکه حتما بین این دوتا فقط یه سطر باشه. ببینین الان این 22، این یکی میشه 23، این دوتا رو مرجش نکنین، 22 رو 23 رو دوتا جا بندازه، اون وقت دیگه نمیتونه خوب پر بکنه. چرا؟ چون وقتی کد من میادش اینجا اولیشو میندازه، انتظار داره آیتم بعدی رو بندازه تو سطر 23. وقتی شما مرجش میکنین این دوتا در واقع یکی شدن، میندازه رو همون، یا اینکه شاید ارور بده. پس اگر شما دارین آیتم های وریبل تعریف میکنین مثل فاکتور، حتما تو یک فاصله نداشته باشن، فاصله سطری 22 و 23 پشت هم بره تا آخریش. حالا فاصله ها رو میتونیم با اندازه، تغییر اندازه این سطر ها اندازش رو تعریف بکنین که فاکتورتون قشنگ بشه، مثل این که چیزی که الان داریم و شهر محصول رو واضح نشون بده. میتونین کوچیک‌تر کنین یا بزرگترش بکنین، دیگه دست خودتون است. اما واسه ثابت ها مثلا اینجا یه توضیحات داریم که آخرش هست، نوت هستش، نگاه کنین توضیحات آخر فاکتور که ثابته، اینا رو میتونین مرج کنین و فقط کافیه که اولین سلولش رو که B36 هست، اولیه این مرج شده، که آخر فاکتوری توضیحات مینویسن، اون رو اینجا گذاشتیم. حالا واسه یه شخص مثلا اومده گفته آقا توضیحات من واسه تمامی مشتریام یکیه، من میخوام اینو پاکش کنم، دلیتش میکنم، توی اینجا که من توضیحات فاکتور دارم توضیحات خودم رو مینویسم، این رو هم درست میکنم، مثلا میندازمش اینور، رایت تو لفتش میکنم و بالا هست مثلا آره توضیحاتم رو نوشتم اینجا قرار دادم، این دیگه یه متن ثابت میبونه و اینجا به ازای مشتری دیگه تغییر نمیکنه. دقیقا مثل همین اینا هستش دیگه، این دیگه دست شما هست که چطور بخواین درستش بکنین.
خب حالا من کنترل زد میکنم که اینو برگرده سر جاش. توضیحات آخر فاکتور. پس شما میتونید اینا رو پاک کنید. یه قسمت توضیحات داری که اینا نوت‌های من هستش که توجهاتی هست که لازم است انجام بدین واسه توضیحات شما گذاشتیم. حالا یکی اینا رو پاک میتونه بکنه، توضیحات خودش رو واسه کاربرای دیگه یا واسه خودش که یادش نره بنویسه دیگه، دست خودش است. وقتی که این تنظیمات رو انجام دادین بقیه‌اش دیگه کاری نداره. ایجاد فاکتور رو کافیه بزنین. ازتون میپرسه ایمیل هم بکنم یا نه؟ من میتونم بگم نه، فقط میخوام پی دی اف ها ذخیره بشه. میتونم بگم آره، وقتی پی دی اف ها رو ذخیره میکنی ایمیل هم بکن. اگه اولش نه کنی، الان اینجا یه دونه فولدر میگه انتخاب بکن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا خالیه. من میام تو همون دسکتاپ، گفتم میخوام اونجایی که فاکتور هام ذخیره بشه توی این وایس آرشیوز این رو اوکی کنم. بهتره انگلیسی باشه دیگه، اون فولدرتون انگلیسی باشه، چون فولدرهای فارسی یکم متناشو شاید وی بی ای خوب نفهمه. خب الان شروع کرده داره فاکتورها رو ایجاد میکنه و ایمیل میکنه. توجه کنید آتلوک من رو آورده بالا. اگر شما آتلوک داشته باشین ایمیل رو انجام میده دیگه، اگر آتلوک نداشته باشین ایمیل رو انجام نمیده. حتما هم آتلوکتون رو باید باز کنید. الان دان رو زد، یعنی کارش تموم شد. من این رو اوکی میکنم، آتلوک رو میارم بالا. پس اگر میخواین ایمیل ارسال بشه فقط از طریق آتلوک هست که میتونیم این کار رو انجام بدیم و از طریق جیمیل اینا نیستش. شما میتونید جیمیل خودتون رو توی آتلوک ستینگش برین و اد بکنین. الان من ایمیل خودم رو توی آتلوک اد کردم و اینجا ارسال ایمیل رو انجام میده واسه من. آتلوکتون هم قبل اینکه ارسال ایمیل بکنه حتما بیارین بالا. ناکنین من آوردم بالا، داره سینکرونایز میکنه این باکس رو و سند میکنه واسه من چیزایی که از ناکن سندینگ مسیج رو میبینین، یک از پنج داره ارسال میکنه واسه من الان. پس آتلوکتون باید بالا باشه و حتما باید اد کرده باشه. اگر نمیدونین چجوری آتلوک رو تنظیماتش رو برین و اد بکنین، میتونین یه سرچ کوچیک تو گوگل بکنین، راحت بهتون میگه که چطور میتونین ایمیل رو توی آتلوک قرار بدین. من الان ایمیل yahoo.com هم رو گذاشتم. شما میتونین حتی جیمیل خودتون رو توی آتلوک بذارین و از این طریق ارسال بکنه، هر جور که راحت هستین. پس از طریق آتلوک ما میتونیم ارسال ها رو انجام بدیم. خب این میشه از فرستادن ایمیل. حالا بریم توی اینوایس آرشیف. نها کنید خالی بودش، من دلیت کرده بودم دیگه. یه سال 1399 رو اضافه کرد، ماه رو اضافه کرد، ماه یک، ماه دو. تو ماه یک روز 10 و روز 20 بود که فاکتور داشتیم و رو تو روز 10 فاکتورش رو اینجا قرار داده. توی سال 1399 ماه 2 روز 5 ناکنین دو تا فاکتور هستش که شماره فاکتورش این هست، 1 و 2 رو آخرش اضافه کردیم. و اگر اولی رو باز بکنم میتونم ببینم که کل فاکتور پر شده. واسه لاله پیروزی هستش بر فرض مثال. من الان فاکتور دومش رو هم باز میکنم که ببینیم. ما تا دوتا فاکتور رو بتونیم بریم، به خاطر همین دیگه مثلا طوری بچینین که اگر یه شخص فاکتور رو دارین صادر میکنین دیگه ماکسیموم دوتا فاکتور بخواد واسهش صادر بکنه، که منطقی هم هست دیگه. یه شخصی که 11 تا قلم توی یه فاکتورش هست دیگه داره میفروشه دیگه، ماکسیموم 22 تا میتونه مثلا خیلی پر بکنه دیگه که دو فاکتوره بشه. خب بعد دیگه نکته خاص دیگه این نرم افزار نداره. به همین راحتی شما میتونین تا 1,000,000 فاکتور رو، 1,000,000 قلم کالا رو در واقع تو داده‌هاتون داشته باشین و تعداد خیلی زیادی فاکتور رو ارسال بکنین. فقط توجه بکنین که مثلا تا 1,000 تا فاکتور رو من یادم میاد داشتم تست می‌کردم، تقریبا نیم ساعت طول کشید واسه 1,000 تا فاکتور ها. ولی مثلا 100 تا اینا خیلی سریع انجام میشه. ولی خب مثلا فکر کنیم واسه 1,000 تا مشتری من دارم فاکتور میفرستم، 1,000 تا پی دی اف رو باید تولید بکنم، ذخیره بکنم و ایمیل بکنم. خب این زمان میبره که تقریبا نیم ساعت به بالا شاید زمان ببره که دیگه اینا رو در نظر داشته باشیم. نکته آخر این هستش که من میخوام این دادام رو پاک بکنم هر دفعه و دادای جدید بریزم توش دیگه، مثلا واسه سال دیگه، ماه دیگه، حالا هر چند وقت یه بار که شما فاکتور ارسال میکنین. من میتونم از پاک کردن داده ها استفاده کنم. اینو که بزنم کل اطلاعات این داده ها پاک میشه، به غیر از این سرستون ها که کمکتون میکنه که شما واسه بار اول میتونین کلا اینم دلیت بکنین اگر میخواین فاکتور خودتون رو داشته باشین، اگر نه که میتونین از همین استفاده کنین. فقط یه چیز دیگه هم توجه بکنین، فرمول های اینجا هم پاک شده، یعنی باید دوباره فرمول بنویسین اگر فرمول دارین، که وقتی دارین این کار رو انجام میدین
قبل از هر چیزی یک کپی از این فایلتون داشته باشین، کلا فایل خام، که اگر اتفاقی افتاد بتونین رجوع پیدا کنین. مثلا من بیام راحت فرمولامو کپی بکنم بذارم اینجا که دیگه دوباره از اول نفرستم. خب تو قسمت داده ها اگر توجه کنین یه دونه ستون، وقتی که من اونجا یس زده بودم واسه ارسال ایمیل، یه ستون جدیدم واسه من خودکار درست میکنه به نام ایمیل استاتوس، که اینجا میگه آقا این ارسال شده، دان شده، دان شده. بیزه هر فاکتور نشون میده که آیا ایمیلش رو فرستاده یا نه. اینجا دقیقا من میتونم کانتم بکنم ببینم 6 تا ایمیل فرستاده واسه من که این طرف دوتا ایمیلی بوده. پس تعداد فاکتورام هم اینجا دیگه راحت میتونم بشمارم، ببینم چند تا فاکتور فرستاده و این قلم ها به چند تا فاکتور منجر شدن. و اونایی که مثلا توی فاکتور بودن فقط یه دونه دان مسیج داره دیگه. هر اروری بده، هر مشکلی پیش بیاد واسه ارسال ایمیل، اینجا دیگه دان نمیزنه، یه چیز دیگه میزنه که میتونه اونجا بررسی بکنه. و گفتیم اینم واسه تکرار میگم، حتما بعد از آوتلوک استفاده بکنین، ایمیل خودتون رو ست بکنین توی آوتلوک، که حالا به صورت کلی میتونین بیاین توی فایل، توی اینجا که اومدین اکانت ستینگ رو بزنین، اینجا میتونین اضافه بکنین، نیو ایمیل رو بزنین و جیمیل خودتون یا هر ایمیلی که دارین رو از این طریق اضافه بکنین که کار خاصی هم نداره. خب ممنونم از توجهی که داشتین، امیدوارم این نرم افزار بهتون کمک بکنه. و اگر تعداد زیادی داده داریم و میخواین مستند بکنیم و پی دی اف کنیم واسه افراد بفرستین، یا حالا فاکتور باشه یا هر چیز دیگه ای، مطمئناً خیلی میتونه کمکتون کنه که خودکار پی دی اف ها تولید بشن، دسته‌بندی بشن و ارسال بشن. ممنون، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.